65 طالب مسلح در جنوب افغانستان کشته شدند. 10 جاسوس از سوی غنی عفو و به چین انتقال یافتند. به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 63 عضو طالبان در جنوب کشور خبر می دهد. به گزارش سپوتنیک، وزارت دفاع ملی با نشر اطلاعیه می گوید که در نتیجه عملیات نیروهای دفاع ملی در جنوب کشور 40 طالب مسلح کشته و 23 تن دیگر آنان زخمی شدند. در اطلاعیه آمده است طالبان روز گذشته پلان حمله بر پسته های نیروهای دفاعی و امنیت ملی در ولسوالی های ژره و ارغنداب و ولایت کندهار را داشتند. نیروهای دفاعی و امنیت ملی در چارچوب دفاعی فعال آنها را هدف قرار دادند که در نتیجه 31 طالب کشته و 18 تن دیگرشان زخمی شدند و مقدار سلاح و مهمات آنان نیز تخریب شد. اطلاعیه می افزاید که طالبان روز گذشته پلان حمله بر پوسته های اردو و امنیت ملی در اروزگان را داشتند. در نتیجه حملات متقابل نیروهای اردو و امنیت ملی 8 طالب کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان در این درگیری یک مفیگا و سلاح و مهمات طالبان نیز تخریب شد. وزارت دفاع ملی همچنان میگوید که 2 سفرا که طالبان به هدف انجام فعالیت های توریستی در ولسوالی میزان زابل حفر کرده بودند توسط اردوی ملی تخریب گردید. همچنان در جریان تخریب سفرها یک طالب کشته و یکی دیگرشان زخمی گردیدند. ده جاسوس از سوی غنی عفو و به چین انتقال یافتند. 10 جاسوس چینی که در عملیات نیروهای امنیت ملی افغانستان در کابل بازداشت شده بودند به چین تحویل داده شدند. با گزارش سپوتنیک به نقل از تلو نیوز، روزنامه هندوستان تایمز به تازگی در گزارش مدعی شده که جاسوسان چینی از سوی حکومت افغانستان عفو و به پرواز ویژه به چین انتقال داده شدند. طبق این گزارش، حکومت افغانستان به دولت چین پیشنهاد کرده است که پس از رهایی جاسوسان آن به طور رسمی عذرخواهی و به نقض قانون بین‌المللی و خیانت به اعتماد کابل اعتراف کند. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی گفت درباره شبکه چینایی ها همین قدر برایتان گفته می توانم که بلی دستگیر شدن، اما جزئیاتش نظر به حساسیت هایی که هست نمی توانیم برایتان بگوییم. از سوی هم عبدالله تابی آگاهی مسائل گفت رابطه به این دلی این که در پشت پرده چی روان است، چرا جاسوسان بازداشت شدند و این برای سیاست چین و سیاست افغانستان عواقب خوبی ندارد. در عین حال طارق فرهادی آگاهی مسائل سیاسی گفت این را باید بدانیم که بین کشورها بعض وقتها چنین مراوده هایی صورت میگیرد. دور از چشم مردم، اما برای مصلحت روابط دو کشور به تاریخ دوم دسامبر گزارش شده که 10 چینی که به اتهام جاسوسی و فعالیت در یک شبکه توریستی در کابل دستگیر شدند، اما در آن زمان حکومت افغانستان از جمله امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری که مسئولیت رسیدگی به امنیت کابل را بر عهده دارد، بازداشت شهروندان خارجی را رد کرده بود. ارگ: اولویت ما در مذاکرات قطع فوری خشونت ها است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان سه‌شنبه 16 جدی اعلام کرد اولویت مردم و دولت این کشور در دور دوم مذاکرات صلح با طالبان قطع فوری خشونت ها و تامین آتش بس است. با گزارش سپوتنیک، صدیقی در توییت نوشت همزمان با حضور هیئت مذاکره کننده صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، مرحله دوم مذاکرات صلح به زودی آغاز خواهد شد. حیات پشتیبانی مردم و قشرهای مختلف جامعه را با خود دارد. اولویت‌های مردم و دولت قطع فوری خشونت‌ها، تأمین آتش بس و دستیابی به صلح پایدار در افغانستان است. در امین حال، حیات مذاکره کننده دولت افغانستان روز سه‌شنبه وارد قطر شد و قرار است دور دوم مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان به زودی در دوحه آغاز شود. نادر نادری عضو حیات مذاکره کننده دولت افغانستان در تویتی نوشت حیات مذاکرات صلح جمهوری اسلامی افغانستان از نظریات و رهنمایی های لازم برای آغاز موفقانه دور دوم مذاکرات صلح برخوردار شده و آماده است تا به منظور تامین صلح سرتاسری در کشور گفتگوها را از سر گیرد. در جریان مشورت ها معلوم شد که آتش بس نخستین خواست مردم ماست.
از سوی دیگر ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز امروز وارد کابل شد. با رهبران و سران سیاسی افغان در حال گفتگو است. شایان ذکر است که اولین دور مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان به تاریخ 12 سپتامبر 2020 در دوحه آغاز شد و به تاریخ 12 دسامبر 2020 برای 23 روز متوقف شد. هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان حدود 2 ماه پیش در مورد طرز عمل مذاکرات صلح توافق کرد. به نقل از اشتسو، لزوم توافق روی کاهش چشمگیر خشونت‌ها در دور دوم مذاکرات. دور دوم مذاکرات صلح در حال آغاز می شود که سطح خشونت‌ها در کشور کماکان بلند است. در کنار آن تورهای هدفمند نیز در جریان است. با این وصف توقع عمومی آن است که طرف‌های مذاکره در اولین اقدام روی کاهش خشونت‌ها توافق کنند. هرچند تا اکنون نشانه‌ای از نیت طالبان برای کاهش این خشونت‌ها دیدن نمی شود. آتش بس موضوعی است که توافق روی آن با توجه به اختلاف عمیق دیدگاه بین دو طرف به زودی حاصل نخواهد شد. این موضوع در حالی که در رأس فهرست موضوعات پیشنهادی دولت برای بس در دور دوم مذاکرات قرار دارد، در فهرست موضوعات پیشنهادی طالبان اما در قرار واقع شده است. قرار گرفتن این موضوع با این فاصله زیاد در فهرست های موضوعات پیشنهادی دو طرف نشانه اختلاف عمیق دیدگاه بین هیئت‌های دولت و طالبان در این باره است. از این رو توافق روی مسئله آتش بس پیش از آن که روی موارد مهم دیگر توافق حاصل شود به دست نخواهد آمد. موضوع کاهش قابل ملاحظه خشونت ها اما آنقدر پیچیده نیست که دو طرف نتوانند روی آن به توافق برسند. با آن هم به منظور وصول توافق روی این مسئله نیز نیاز به یک سلسله اقداماتی است که باید انجام شود. این نیاز را توافق نامه امریکا و طالبان و همین طور توافقات اخیر دولت های افغانستان و پاکستان به میان آورده است. دولت قبلا گفته بود که ملزم به رعایت توافق نامه امریکا و طالبان نیست، اما فعلا به حکم کارشیوه مذاکرات که در دور نخست نهایی شد انتخابی جز رعایت آن هم ندارد. توافق نامه امریکا و طالبان حالا یکی از 4 رکن اصلی کارشیوه مذاکرات است که می باید مذاکرات مطابق آن ادامه یابد. رکن دیگر این کارشیوه خواست مردم است. تعهد دو طرف به ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق جامع صلح و قطعنامه شورای امنیت در حمایت از اعلامیه مشترک کابل واشنگتن و توافقنامه امریکا و طالبان دو رکن مهم دیگر این کارشیوه است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.